سلام عزیزم، وقتت بخیر. امیدوارم حالت عالی باشه و سرشار از عشق و آرامش باشی. علی اقبال هستم و مثل همیشه خدا رو شکر میکنم که با شما دوست عزیزم صحبت میکنم. در این ویدیو میخوام در مورد مترونوم با شما صحبت کنم. مترونوم یک دوست، یک رفیق به شدت جدی ولی سخت، چیزی که خیلی ها باش مشکل دارید و توی کلاس هم من هر وقت مترونوم میارم بیرون بچه ها میگن استاد تو رو خدا اینو نگن، اینو بذار کنار. میدونی چرا؟ چون روک و راست قشنگ مثل آینه، یعنی موشکافانه ایراداتو به شما میگه و شما باید یاد بگیرید و راهی ندارید. حالا من این ویدیو رو ساختم براتون که این موضوع رو برای شما حل کنم، یعنی اینقدر هم سخت نیست و ازش نترسید. میام به شما بگم که آقا چجوری باش کار کنید و از همون ابتدا چه کار انجام بدید که مترونوم براتون راحت باشه. چرا؟ چون خیلی مهمه بچه‌ها. من چند تا ویدیو هم قبلا ساختم در این مورد، توی سایت هست، ولی اینجا دیگه اومدم کامل براتون بگم. یه ریت رو بیایم کامل با هم آنالیز کنیم. ریتم 4/4 رو توی نوت‌های سیاه، چنگ و دو تا چنگ. دیدید خارجی‌ها بچه‌های کوچیکاشون چقدر قشنگ پیانو می‌زنن با چه دقتی. اون بچه 7 ساله چینی‌ها رو مثلا می‌بینید توی فضای مجازی هست، فیلمشو ببینید. چرا اینا اینقدر دقیق، اینقدر سر ضرب، اینقدر تمیز ساز می‌زنن؟ چرا؟ چون تو آکادمی بزرگ شدن و از و به قول من رو با مترونوم بزرگ شدن. توی ژنتیکشون رفته، قبول دارید؟ راحت تر بخوام بزنم رو ساده بگم. ولی ما نه، اونا که ساز ایرانی میزنیم معمولا رو رجستیم با تومبک زدیم یا با دف زدیم یا نمیدونم ضرب پا گرفتیم، برای همین با مترونوم بیگانیم و ازش فراری هستیم. ولی عملا اگه بخوای قطعه رو درست بزنی و سر ضرب دقیق بزنی، باید با مترونوم بزنی. حالا من برای بچه‌ها همینجوری کلاس میگم، خیلی ساده میخوام بگم. میگم شما میرید مثلا میوه بخرید، 1 کیلو موز بخرید، 1 کیلو سیب بخرید، سیب زمینی بخرید، پیاز بخرید. این 1 کیلو با چی ملاکش چیه؟ ترازو دیگه. شما که نمیدونید چه جوری مثلا 999 گرم تو ذهنتون که ندارید که. این ترازوی دیجیتال دقیقاً به شما میگه که این 1 کیلو شما چیزی خریدید. یا میخوای پارچه بخری یا هر چیزی میخوای بخریم که 1 متر فلان بده، متر میاری یا خطکش میذاری، درسته؟ اون دقیقه همه جای دنیا 1 متر 1 متر. یا 1 کیلو 1 کیلو همه جای دنیا. پس یک قانونی هست که همه به توافق رسیدن و این رو ملاک قرار دادن. و مترونوم هم همین کارو میکنه. وقتی میگه یک ضرب و این دیگه همه جا دنیا یکیه، یعنی 100 نفرم با هم بخوان ساز بزنن و آقا با هم قرارداد میذارن که آقا میخوام این قطعه رو با تمپوی مثلا 60 ریتم 4/4 بزنیم، یه ما دیگه فلان جا تمرین کنید بیا جا بشینیم با هم بزنیم. اگر همه با اون زده باشن، با مترونوم کار کرده باشن، دیگه بحثی نیست، دقیق و کامل همه با هم همزمان سر ضرب میزنن. پس مترونوم خیلی مهمه و اتفاقی که میفته این که ما گمش میکنیم. معمولا توی اجرا نمیدونیم از ضرب میندازیم. چرا؟ چون مغز ما خطا پیدا میکنه. نکنه این ریتمی که داره این مترونوم میزنه خب ثابته، یعنی ماشینه. حالا چه مکانیکیش چه دیجیتالیش که روی گوشیاتون هم هست. این یک دستگاهه و به هیچ عنوان از ضرب نمیفته. اینی که ما وقتی از ضرب میفتیم اینی که مغز ما خطا میکنه، یعنی روی یک سیکل ثابت میفته و هی تغییر به قول معروف چیز میده، ریتم میده. پس سعی میکنیم توی اجرامون و تمریناتی که انجام میدیم خودمون رو با مترونوم وفق بدیم، یعنی هر جا رفتیم تغییر کنیم خوب گوش بدیم ببینیم چه ضربی داره میزنه، دقیقاً خودمون رو روی اون قرار بدیم. پس ازتون خواهش میکنم نکاتی که میگم رو خیلی خیلی جدی بگیرید، چون واقعا خودم دیدم، یعنی هنرجوی زیادی رو داشتم که با مترونوم نمیزنن، اینا فرار میکنن ازش چون نمیدونن چطور باش کار کنن، برای همین از ضرب میندازن و کلا مترونوم میزنن کنار. از همون ابتدا که شروع میکنید به تمرین، از همون ابتدا با مترونوم دوست بشید، یعنی خودتون عادت بدید، یعنی راه دیگه ای نیست. میدونید هر کاری بکنید آخر سر بعد برگردید به مترونوم اگر میخوایی قطعه رو سر ضرب دقیق و تمیز بزنید. مثلا ریتم قطعه به شدت مهمه. بعضی ها فقط ملودی رو میزنن و این ریتم رو فراموش میکنن، گرچه میخوام بگم 80% کار متر قطعه هستش، درسته؟ اولین مرحله اینه که شما حتما مترونوم رو روی گوشتون نصب کنید. مترونوم هر مترونومی میتونه باشه. بچه‌ها میپرسن من چی نصب کنم؟ بچه‌ها مثلا ماشین میمونه، مثلا پراید، پژو، زانتیا، بنز، همشون فرمون داره، گاز داره، دنده داره، کلاژ داره، فرقی نداره. فقط مدل‌های مختلفی. مثلا من پرو مترونوم دارم، گوشیم آیفونه. شما میتونید پرو مترونوم نصب کنید، اگر آیفون، اگر اندرویدیش هم هست همین نصب کنید. اگر نه فرقی نداره. حالا نمیدونم پیدا هست یا نه اینجا کامل. فقط محیطش فرق داره. باز من زوم میکنم که ریتمتون تنظیم کنم کامل ببینید. پس مترونوم رو روی گوشتون نصب کنید. اگر هم دستگاهشو دارید خب دستگاهشو استفاده کنید. دستگاه دیجیتالی هستش که خب
همین کار انجام میده. ولی خب گوشی ها راحته دیگه، تو گوشیتون دارید، همه جا هم دنبالتون هست، راحت دانلود میکنید و نصبش میکنید. روی گوشی های سامسونگ، آیفون فرقی نداره، رایگان هستش اپلیکیشن ها. خب حالا بریم روی مترونوم، یک کادر بسته هستش، اونجا کامل توضیح بدم، ریتمو بشناسیم و اجراش کنیم روی مترونوم، بعد برمیگردیم و روی سازم براتون میزنم. خب اپلیکیشنی که من باش کار میکنم پرو مترونوم هستش، مال گوشی آیفون هست میکنم، برای اندرویدش هم باشه. گفتم فرقی نمیکنه مترونوم با هم، مثل ماشینای مختلف مونه، همشون دنده داره، کلاج داره، گاز داره، ترمز داره. ولی خب من این باهاش راحتم، میذارم روی چی؟ 4/4 و تمپوی 55. که حالا مترونوم من اینجوری کار میکنه، ناکن این سرعت بالا تغییر میکنه، میچرخونم، میذارم روی 55، ریتمش هم 4/4 اجراش میکنم. ببینید خوب گوش کنید، خوب گوش کنید، 1 2 3 4، 1 2 3 4. ببین ضرب اولش اون لامپ قرمز میشه، 3 4، درست شد؟ خب این 4/4. کلا محیط اپلیکیشن ها هر کدوم تفاوت داره دیگه. حالا من اینجا میتونم ریتمش اینجا عوض کنم، ناکن اینجا میکنم 2/4، ببینید 2 1 2 1 2 1 2. برنامه خیلی خوبیه شما خواستید نصب کنید، ولی هر برنامه نصب کنید محیطاش یه خورده با فرق داره، ولی کارکردش یکی. یه جا سرعتش عوض میکنیم، یه جا هم تمپوشو. ببینید سرعت اینجا مثلا میکنم روی 60 میارم، ببینید اینجا دیدید 1 2 1 2، دوباره تمپوشو خواستم عوض کنم مثلا اینجا میذارم 3/4، 3/4 رو ببین، 1 2 3، 1 2 3، 1 2 3. ولی ضربی که ما الان کارش داریم برای این درس چنده؟ 4/4. میبینید 4 تا نوت سیاه داره یک میزان داره نشون میده قشنگ. سرعتش هم میذارم روی 55. 60 یکم تنده، ولی خب 55 سرعت خوبیه. 1 2 3 4، 1 2 3 4، باش بخونید، 1 2 3 4، 1 2 3 4. خب مترونوم رو تنظیم کردم. اوکی شما هر برنامه‌ای دارید فرقی نمی‌کنه. میگم خیلی هم پرسن که چه برنامه‌ای نصب کنیم، میگم هیچ فرقی نداره، من با این برنامه راحتم. شما دوست داشتید اگه گوشتون آیفونه پرو مترونوم رو نصب کنید، فکر کنم برای اندروید هم باشه، تو اپ استور یا گوگل پلی هست، رایگان هم هست، دانلود می‌کنید نصب می‌کنید راحت. خب بچه‌ها گفتیم مترونوم رو بزنیم روی چی؟ 4/4، یعنی 4 تا نوت سیاه در یک میزان. توی قطعات کتاب زلفنون جلد اول هم داریم این قطعات رو. ببینید اینجوریه، 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. از همون اول سعی کن پا بزنی با این. ببین پا میزنم، 1 2 3 4، 1 2 3 4. بخون باش، بشمار، 2 3 4، 1 2 3 4. دیدی؟ خب حالا باش میزنیم. ببین سعی کن گوش کنی، سعی کن کامل گوش کنی، یعنی یه قسمتی از مغزت باید صرف مترونوم بشه، میدونی؟ خواهش می‌کنم از هدفون استفاده کنی. یعنی بچه‌ها دیدم وقتی اینجا میذارن صدای اینو نمیشنون، صدای سازشون میشنون. هدفون رو بذار تو گوشت، یه گوشت رو باز بذار، با یه گوشت سازو بشنو، با یه گوشت تو مترونوم بذار، تو مخت بوم بوم کنه، بوم بوم، این ضربات بزنه، میدونی؟ خب اینجوریه، ببین 4/4 یعنی 4 تا نوت سیاه در یک میزان. بریم 2 3 4. هر جا رفتی خارج چی، بعضی موقع ممکنه اتفاق بیفته که مغز داره به سمت دیگه میره، داره ضرب میندازه، تو سعی کن خودتو نزدیک کنی به این ضرب ها. هیچ چیز دیگه مهم نیست، فقط ضربات این مهمه. اگر سرعتش بالا بود میتونی کمتر هم بکنی، الان ما 60 و به عنوان مثال داریم میگیم، اگه برات زیاد بود میتونی بکنی 55، فرقی نداره. فقط چیکار کن؟
باش هماهنگ شو، هماهنگ شو، این برو بر رفتی خوب گوش کن، هر جا هستی متوقف شو دوباره خودتو به ریتم این برسون. این ضربه اولیم که میزنه سر زر بشه، اکسنتش نکن، یک دو سه چار، یک دو سه چار، پنج و پنج خوبه، سرعت خوبیه، نکن، یک دو سه چار، یک دو سه چار، یک دو سه چار، یک دو سه چار. پس همزمان پا هم باید بزنی. چند تا کار شد؟ باید به صدای مترونوم گوش بدی، بعد مضراب بزنی و پا هم بزنی. سه تا کار رو همزمان بکن. کار سختیه، حوصله‌تون سر میره، اعصاب میخواد، بله دقیقا همینه، راه دیگه ای نیست. پس سعی کن از همون اول روی این قرار بگیری و خودتو توی چالش بندازی، ریاضت باید بکشی. ما متاسفانه ایرانی راحت طلبیم، زود میخوایم تموم شه بره جمع کنیم بریم خونمون. نه، شما بایستی اینو روزی نیم ساعت تمرین کنی، چهار چهارا روی سیاه سیاه، درسته؟ درسای خودتون هم همینه، یعنی با درساتون هم کار انجام بدی، درسته؟ نه که بشینی فقط اینو بزنی، دارم برای شما مثال میزنم. گرفتی چی شد؟ پس چهار تا نوت سیاه در یک میزان پا میزنی همزمان با مترونوم. یه بار دیگه بذارید من تنظیم کنم. آها، یک دو سه چهار، بخون، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار. دیدی هر جا رفتی خارج چی، خودتو برگردون روی ریتم. خب این از نوت سیاه. حالا چنگ چی بود؟ روی تختم برات توضیح میدم چنگو. چنگ گفتیم سیاه به دو قسمت تقسیم میشه، یک و دو و، یک و دو و، یعنی یک رو سیاه به دو قسمت تقسیم کردیم، توی ضربش مضراب میخوره، توی وش هم مضراب میخوره، درسته؟ ببین اینجوری میشه نوت چنگ، گوش کن، قبلش اصلا با دهانت بخونین که خوب درکش کنین. ببین، یک و دو و، سه و چهار و، یک و دو و، سه و چهار و، یک و دو و، سه و چهار و، یک و دو و، سه و چهار و. حالا تو باش بخون، با هم بخونیم، یک و دو و، سه و چهار و، یک و دو و، سه و چهار و. این چنگه، دقت کردی؟ اجراش اینجوری میشه، گوش کن، همه مثلا راست بزن، چپ نمیخواد بزنیم. یک و دو و، سه و چهار و، یک و دو و، سه و چهار و، یک و دو و، سه و چهار و، گوش کن، چردی؟ شاید بزخصو سرعت منم جا به جا باشه، ولی سعی میکنم خودمو برسونم به مترونوم، یعنی خودمو تنظیم کنه سرعتمو با مترونوم. پس چارچارام این بود دیگه، همون ریتم چارچارام دیگه، چهار تا نوت سیاه در یک میزنه، ولی تو هر رفت و برگشتش ما دوتا مضراب زدیم. چی شد؟ یک دو سه چهار، ریتم چارچارامه، ولی میخوام چنگ اجرا کنیم، میگیم یک و دو و، یک و دو و، سه و چهار و. این چهار چهارمه ثابته، داره چهار تا سیاه میزنه. من چیکار میکنم؟ توی هر ضربش دو تا مضراب میزنم که شد هشتا. توی دو تا سیاه بود چهار ضرب دیگه، چهار تا مضراب میزنم. توی اینجا هر سیاهیشو به دو قسمت تقسیم کردم، پس هشتا مضراب میزنم، درست شد؟ این از نوت چنگ. خب حالا دولا چنگ چیه؟ دولا چنگ توی هر ضربی نوت سیاه چهار تا میخوره، یعنی هر ضربی که میزنی دو تا تو پایینش، دو تا مضراب میخوره، تو بالا اومدنش هم دو تا میخوره. دیدی اینجوری میشه؟ پس توی هر ضربی دد 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 دد، پای منو نکن، دد دد، دو تا مضراب، تو برگشتش هم دد 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 دد. درست شد؟
یعنی 16 تا مضراب میخوره توی یک ریتم 4 و 4 با نوتای دولاچنگ، درسته؟ پس گفتیم سیاه یک ضربه، اگه سیاه رو به دو قسمت تقسیم کنیم میشه دو تا چنگ، درسته؟ که هر چنگ رو به دو قسمت تقسیم کنیم میشه دولاچنگ، درسته؟ پس هر سیاهی تشکیل شده از چی؟ 4 تا دولاچنگ که 4 4 تا میشه 16 تا دیگه، درسته؟ 4 4 هم. پس 16 تا مضراب بعد شما بزنید توی برای دولاچنگ. ببین اینجوریه، این 4 4 هم دیگه، گفتیم توی هر ضربش دو تا پایین دو تا بالا، نکن دو 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 شاید بیفته، خب شاید به این صورت ضرب بندازید، اما سعی کنید اول بخونید باش دو 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 دو. اگه بتونید خوب بخونید میتونید خوب اجرا کنید. نکنید هر ضربی شو پس 4 تا مضراب باید بخوره، درسته؟ هر ضرب ما بریم سر ضرب، گوش کن دو 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 دو. این تمرین رو من انجام بده، گوش کن دو 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 دو. دقت کردی؟ اینو میخوام خوب درکش کنی که چی شد، گرفتی؟ پس هر ضرب ما، هر ضرب ما 4 تا مضراب میخوره، دو تا پایین میاد دو تا بالا میاد. پای من گوش کن دو 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 دو. گرفتی؟ خب این به طور کلی یه ریتم 4-4 رو چیکار کردیم؟ توی سیاه چنگ و دولاچنگ اجرا کردیم. بچه ها چیز ساده یه مترونوم، حالا خیلی هم پرسن که کلا چجوری مثلا درک نمی کنیم توی قطعه چه اتفاق می افته، سکوت بود چه اتفاق می افته، نمی دونم اینجا این چنگ نقطه دار شد، اینجا اینجوری شد، اینجا اینجوری شد، اینجا چه کار کنیم؟ بخوام براتون ساده مثال بزنم. حالا این ریتم و پیر مردم توی حیات مذهبی، توی مجلس های پیر زن، دختر، پسر، بچه، همه ریتم رو میشناسن. چطور؟ وقتی مثلا نشستی داری میزنی تا بهار دلنشین آمده سوی چمن، یا جان مریم چشماتو واکن سری بالا کن بشین روونه دونه به دونه. نکن ریتمشو، همه با دست میزنن جان مریم چشماتو واکن. این دستی که دارن اوزار میزنن توی اون هیئت، یا دارن سینه میزنن، یا دارن تو مجلس برای شما که ساز میزنه دست میزنن، این همونه، این ریتم مترونومه. جان مریم چشماتو واکن سری بالا کن بشیم روونه. حاج خانم اونجا نشسته، حاج آقا نشسته، همه دارن این ریتمو میشناسن، اصلا نمیدونن مترونوم چیه، نه ریتم درسشو خوندن، نه به قول معروف ساز کار کردن، فقط اینو میدونن که باید اینجوری. باز دوباره صبح شد، همه دست میزنن، من هنوز بیدارم، شش و هشت دیگه، یک دو سه چار پنج شش، یک دو سه چار پنج شش، یعنی بدونه که بدونن قشنگ سر زرد دارن همه دست میزنن با شما و ریتم نگه میدارن. حالا شما اینو باید این شکلی بهش نگاه کنید، مترونوم رو که داره شما بر ریتم میزنه و شما باید تو این بلوک های زمانی قرار بدید خودتون رو. گرفتی چی شد؟ این شکلیه، خیلی ساده گفتم بهتون که درکش کنید مترونوم چیه و خیلی ساده است، به شما داره پایه میده. اوکی، خب اینجا بطور کلی توضیح دادم. حالا یه بارم روی تخته میخوام بخوام جز به جز براتون نوتا رو بکشم که خوب 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 یاد بگیرید. بریم پای تخته و برگردیم. خب عزیزم، حالا میخوام روی تخته برات کامل ریتم 4/4 برای نوتای سیاه، چنگ و دولاچنگ رو توضیح بدم و قشنگ ریتمش رو آنالیز کنیم. ببین گفتیم 4/4، ببین
این چهار چهار یه کسر میزان رو نمیکشم، فقط ساده برات میگم که خوب درکش کنی. یک دو سه چهار پیداست دیگه کامل. اوکی. توی کتاب زولفرون جلد اول درسته که کار کردیم تو بخش ماهور اکثرش اون ابتدای کار همینه که حالا یکیش سکوته، درسته؟ چهار چهارم یعنی چی؟ یعنی چهار تا نوت سیاه در یک میزان. چند تا؟ ببین قشنگ پیداست؟ چهار تا. خب حالا مترونوم تو بیار با من همزمان، میخوام وزن خونی کنیم. تمپوشو بذاریم روی 55. پس ریتم 4-4 تمپو یعنی سرعت 55. اینجوری میشه، گوش کن. یک دو سه چهار با من بخون. یک دو سه چهار نکن. یک دو سه چهار. یک دو سه چهار. ببینی باید اینو دقیقا روش قرار بگیری و این نهادینه بشه در مغزت. یه دوستان میگفت نوازنده درامز بود، میگفت من شبا با مترونوم میخوابم، یعنی هدفون میذارم تو گوشم با مترونوم میخوابم که این تو مخم بره. حالا ممکنه این سکوت باشه چهارمش، اینجور میشه پاک کنم این سکوت مثلا سیاه. یک دو سه سکوت. یک دو سه سکوت. ضربش محاسبه میشه اما مضرابی نمیخوره، درسته؟ اینجوری نکن. یک دو سه. یک دو سه سکوت. دقت کردی؟ این سکوت هر جایی میتونه قرار بگیره. حالا شما میتونی اینه این کار انجام بده، فرقی نمیکنه این سومیش سکوت سیاه باشه. پس ضربش محاسبه میشه، درسته؟ یه ماشینه که داره حرکت میکنه و شما به هیچ عنوان حق نداری از این ضرب بیفتی، درسته؟ گوش کن. یک دو چار. یک دو چار. دقت کردی؟ پس ضربش محاسبه شد ولی مضرابی زده نشد. همینطور این فرق نمیکنه. حالا اگه اینم سکوت باشه چی میشه؟ دو تا سکوت داریم اینجا، یعنی اینجوری میشه. نکن، سب کن. یک چار. یک دو سه چار. یک دو سه چار. دقت کردی؟ پس همینه داستان برای نوت سیاه، همینه. حالا این سکوته ممکنه هر جا، ممکنه اینجا مثلا این سکوت باشه، خلاصه فرقی نمیکنه. این اتفاق برای همه ممکنه بیفته، فقط این ضربه محاسبه میشه توی این. حالا ممکنه چه سکوت باشه یا نباشه، ممکنه نوت باشه چنگ باشه، فرق نمیکنه. حالا میام چیکار میکنیم؟ استوب بذارم اینو. حالا برای چنگ میکشیم، یکم بزرگتر میکشیم. ریت فرق 4-4ه، ریت فرق نمیکنه. 4-4ه یعنی 4 تا رو زیاد یک میزن. ولی حالا چیکار میکنیم برای چنگ میکشیم؟ مثلا بزرگ بکشم یکم اینجوری. پیداست کامل؟ ببینم. آره پیداست. هر کدوم از اینا سیاه دیگه، گفتیم سیاه تشکیل شده از دو تا چنگ دیگه. پس هر کدوم اینا سیاه. یک دو سه چهار تا سیاه که دو تا چنگ داخلشه. اینجوری میکنی. یک و دو و سه و چهار و. درست شد؟ یعنی هر پایی که میخوره یه مزراب، پادم میاد بالا یه مزراب. دده تو سیاه چی بود؟ تو سیاه هر بار پاد میخورد یه ضرب میخورد. جون شد یک دو سه. این ضربه پایی که به زمین میخورد یه مزراب میزدی، درسته؟ اینجا پادم که میاد بالا یه مزراب میزدی. این پایه دیگه، نکن بزن با دستم مثال بزنم، میخوام یه جوره کامل نکن. این پا، این پای منی که بخوره به زمین. خب یک دو سه چهار. سیاه اینجوری بود. یه بار دیگه. یک دو سه چهار. با هر بار خوردن پا به زمین یه مضراب میزدی. حالا این پای وقتی یه ضرب خورد به زمین یه مضراب میزنی، پات اومد بالا یه مضراب میزنی. دوره پات خورد پایین یه مضراب میزنی، پات اومد بالا یه مضراب میزنی. د
یک و دو و سه و چهار و درست شد؟ همینه. ببین گوش کن، یک دو، میکروفونم بالاست که من دارم میارم بالا، یک دو سه چهار نکن. حالا یک و دو و سه و چهار و، یک و دو و سه و چهار و، یک و دو و سه و چهار و. اعت کردی؟ پس این همون سیاه هست، یعنی همون سیاه هست اینجاست، همون سیاه هست به دو قسمت تقسیم شده. اعت کردی؟ ببین ببین چقدرم خوش خطم من. اعت کردی؟ همون سیاه هست هر کدوم اینا که بازش کردیم، درست شد؟ یک و دو و سه و چهار و. بچه من تو درس هم همین دار میگم ها، یعنی تو کتاب زلفنون هم که دارم آموزش میدم، دقیقا با همین دارم به شما آموزش میدم، فقط اینجا مادم بیشتر توضیح میدم. پس با چنگ ما آشنا شده که چطور چیز میشه، اجرا میشه. حالا ممکنه تو اینا به جای این یه سکوت قرار بگیره، این چیز پیچیده نیست. بچه هم میگن حالا تو اجرا چجوری کار کنیم، ممکنه یه سکوت سیاه اینجا قرار بگیره. گفتن سیاه دیگه، چی میشه این؟ رو روشن کنم، گوش کن. یک و سه و چهار و، یک و سه و چهار و، یک و سه و چهار و. دو و این سکوته، هیچ کار نمی کنی، سکوت می کنی. پس یک معادله است، درسته دیگه؟ خودتون باش بازی میکنید دیگه، اینو میتونید همین کار رو روی سیاه، اینو دو تا سیاهش کنید اینجوری میشه. ببین گوش کن، مثال بزنم برات. اینو اینو یه سیاه، خب چهارشارم دیگه، یک و چهار و، یک و چهار و، یک و دو و سه و چهار و. دقت کردی؟ به این شکل دیگه تا جایی تونستم توضیح دادم. خب امیدوارم گرفته باشه موضوع. حالا باز میگم سوالی موردی بود حتما بهم بگو، راهنماییت بکنم، میخوام قشنگ قشنگ یاد بگیری چون خیلی مهمه این مترونوم. خب حالا میریم سراغ دولچنگ. ریتمون چهار چهارمه، چهار تا نوت سیاه در یک میزان. بذار من پایشو بکشم دوباره این سیاه ها رو. این یه سیاه، دو سیاه، سه سیاه، چهار سیاه. خب اینجوری میکشم که بستش بدم، این باز کنم که ببینی چی شده. گفتیم سیاه تشکیل شده از دو تا چنگ، حالا تا آخر همینه، این همینه دیگه، فرق نمیکنه. چنگ تشکیل شده از چی؟ هر چنگ تشکیل شده از دو تا چنگ، درسته؟ یعنی چهار تا دولاچنگ، توی هر سیاه چهار تا دولاچنگ وجود داره، درسته؟ یعنی یادآوری کردم، مباحث پایه هستش، ولی باز یادآوری کردم که بدونی چی شده. پس یک سیاه میشه چهار تا دولاچنگ، درسته؟ پس بذارید من اینجا پیداست، اینو پاک کنم. اینو خوب اگه میخوای عکس ازش بگیری، میخوای یادداشت کن که ببینی چی شده، که یک سیاه تشکیل شده از چهار تا دولاچنگ. اینو گرفتی؟ خب حالا پاک میکنیم. اینجوری میشه، حالا من دولاچنگش رو برات میکشم. اینجوری میشه، ناکن. خب الان کامل پیداست روی تخته. ببین من معادلش هم کشیدم اینجا، گفتم یه دونه سیاه چهار تا دولاچنگ. ببین همین رعایت شده، یک دو سه چهار، یا یک و دو و، درسته؟ اینجوری اجرا میشه، یک و دو و سه و، یک و دو و سه و، یا یک و دو و، یک و دو و. اینجوری میتونه اجراش کنی، یک و دو و، یک و دو و، یک و دو و، یا یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و هفت و هشت و، درسته؟ حالا اینجوری نوشتم، فرق نمیکنه، فقط میخوام بدونید که چی شده. پس در هر ضربه‌ای که می‌خوره چی میشه؟ دو تا مضراب می‌خوره. پای من اینجوری بود، نکن.
بذار من برات مثال بزنم قشنگ. اینجوری بود. تا 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 تو سیاه چی بود؟ یه بار دیگه برمیگردیم به قبل. یک دو سه چهار. چنگ چی بود؟ یک و دو و سه و چهار و. دولا چنگ چیه؟ یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و هفت و هشت و. گرفته چی شد؟ پس ببین هر پایی که میخوره به زمین دوتا مزراب میخوره، دوتا باقی معروف دولا چنگ میخوره. آخه اینم بهتون بگم فرق نمیکنه اگه جدا بنویسی یا سر هم بنویسی، حالت نوشتاریشه، کشیدنیشه، فرق نمیکنه. بعضیا میگن این پرچمه چیه، به هم سر هم وصل میشه چیه؟ هیچ، سر هم که وصل بکنن اینجوری میکشنش، جدا که بخوام بکشنش اینجوری میکشنش، این فرقی با هم نداره. اگه من بعد بگم که حالا در این درس قاطی نکنید، سوال خوبی بود، بچه‌ها پرسیده بودن. ببینید این فرقی با این نداره، اینجوری کشیدن، اینو سر هم میکشن اینجوری تکی میکشن، فرقی نداره. پس پا که بخونه پایین دوتا دولاچنگ، پا که بیاد بالا اینجا دوتا دولاچنگ، درسته؟ پس اینجور میشه تت 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 تت. حالا با مترونوم یه بار اجرا کنیم ببینید. یه بار دیگه گوش کنید. خواهش می‌کنم با دهانتون تمرین کنید، یعنی قبل که روی ساز برید خوب این رو درکش کنید. ببینید یک دو سه چار، یک و دو و 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 یک و دو و. اگه بتونید قشنگ با دهانتون سر زد پیاده کنید روی سازم میتونید. پس قشنگ روی مترونوم اینو بیان کنید. یه بار دیگه ببین، یک و دو و 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 یک و دو و. روی ساز هم میشه تا 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 تا. گرفتید؟ همین. حالا این یه ساختار کلی بود بچه ها، یعنی توی دو چهارم هم همینه، توی سه چهارم هم همینه. توی دو چهارم میشه چی؟ میشه دو تا نوت سیاه در یک میزان. اتفاق خاصی نمیفته. الان چهار تا نوت سیاه در یک میزان بود، توی دو چهارم میشه چی؟ میشه این، میشه دو یک دو یک تا. اینا رو حذف بشکن، ببین اینا رو حذف بشکن، همین دو چهارم اینه، اینم شد دو چهارم. صورت عوض شد تا 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 تا. همین، به همین سادگی. سه چهارم باشه، این صورت رو سه کن، سه تا سیاهش کن. این ساختار کلیه دیگه، خودتون باید بستش بدید، یعنی باش تمرین کنید. و خواهش میکنم اینو سعی کن روی این قرار بگیرید. اگر جای قارت شدید، از ضرب افتادید، خودتون رو جوری تنظیم کنید که روی این قرار بگیرید. صبر و حوصله میخواد، صبر میخواد، واقعا صبر میخواد. از این زده نشید، یعنی این بیس کار هستش و شما باید خودتون رو این قرار بدید. خیلی خیلی تاکید کردم توی تمرینات، توی هم درس ها یا کتاب، هم توی آهنگایی که آموزش دادن بچه ها. اگر با مترونوم نزنید کلا یه کار زشتی داره ارائه میده، یه کاری که اصلا چیز نداره، به قول معروف متر نداره، وزن نداره. شما برای خودتون دارید و ذهن خودتون اجراش میکنید. مترونوم دقیق ترین و به قول معروف سیستم ضرب هستش. شما باش تنبک هم شاید بزنید، با دف هم شاید بزنید، ولی این کامل و دقیق ماشین دیگه، به هیچ عنوان تغییر سرعت نمیده. و شما اگر روی این قرار بگیرید اصلا حس میکنید، لذت میبرید از نواختن تو خودتون که چقدر دقیق روی ضرب قرار گرفته و قالب داره، چیز داره، پایه داره، میفهمید؟ به این شکل. خب اینم از توضیحات کلی در مورد نوت سیاه، چنگ و دولاچنگ. باز میگم بحث زیادی هستش، ریتمای مختلفی هست، چهار ریتمای ترکیبی، ریتمای لنگ، که همه اینا خب جای بحث داره، که حالا من به طور کلی یک ساختاری به شما دادم که ذهنتون آشنا بشه. باز خودتون کار کنید، ریتما رو عوض کنید، باش تمرین کنید، حالا توی درساتون هم هست. اگر سوالی داری حتما از من بپرس، چون میدونم بعضی شاید ذهنتون
درگیر بشه که خب الان چیکار کنم، اینجا مثلا چنگ نقطه دار بود چیکار کنم، نمیدونم چنگ با یک مثلا دلار چنگ کنار هم بود با یک مثلا دو تا سکوت چیکار کنم. همین تغییرات اتفاق میفته، ولی پایه همینه، شما باید تو یک معادله اینو قرار بدید. خب توضیحات کلی روی تخته در مورد مترونوم. دوستان گلم اینم توضیحات کامل در مورد آشنایی با مترونوم. البته مترونوم بحثش پیچیده است، یعنی حالا ریتم مختلف هست، نمیدونم تمپای مختلف هست، بحث سکوت ها پیش میاد. این توضیحات کلی بود که به طور کلی با مترونوم آشنا بشید. حالا بعد اگر نیاز بود ویدیوهای دیگه در موردش میسازم و براتون توضیح میدم که چیکار کنید. اما خواهش می‌کنم ازتون مترونوم رو خیلی 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 بهش اهمیت بدید، خیلی، چون بقول پایه و ساختاریش قطعه ریتمیک هستش و شما باید باش دوست بشید. حالا سخت هست، یه مقداری شاید اذیت بشید، ولی چاره ای نیست. آروم آروم با سرعت‌های پایین کار بکنید، خودتون خود به خود اصلا لذت می‌برید وقتی قطعه رو می‌بینید چقدر منظم داره زده میشه. گرفتید؟ برات آرزوی موفقیت دارم، امیدوارم که تونسته باشم راحت و روان این موضوع رو به تو انتقال داده باشم. اگر با سوالی موردی بود حتما حتما با من در ارتباط باش، من راهنماییت می‌کنم که چیکار کنی. شماره واتساپ و تلگرام من اینجا بر زیر نویس شده، توی هر کدوم خواستی با من پیام بده، من راهنماییت میکنم که مشکلت حل بشه. اگر بخوای از ویدیوهای آموزشی من استفاده کنی که در زمینه آهنگ ها هست، وارم اپ ها هست، تکنیک ها هست و کتاب زولفرون رو کلا جلد اول رو به طور کامل درس دادم و داریم بقیه‌اش هم ضبط میکنیم که شما عزیزان استفاده کنید، به وبسایت ما با آدرس www.notbenot.com مراجعه کنید و از کلیه آموزش ها استفاده کنید. دوستت دارم، قدر خودت بدون، خدا نگهدار.